اشرف نشانان و حامیان همیشگی مقاومت سلام. سلامی به گرمی و صفا و صمیمیت دلهاتون و به روشنایی برق امیدی که در نگاهاتون میدرخشه. شمایی که برای رسوندن صدای میهن اسیرمون ایران در هر کجا که باشین لحظه‌ای درنگ نمی‌کنین و بهای این کار رو هر چی که باشه می‌پردازین. با درود و خسته نباشید به همه شما، برنامه امروزمون رو شروع می‌کنیم. با هم میهنانمان در فضای مجازی، محکومیت پدیده قرون وسطایی اسید پاشی رژیم آخوندی و اعدام جنایتکارانی ریحانی جباری فضای مجازی را در می نوردن. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. این صدای درد مشترک همه ایرانیان آزاده در اقصا نقاط جهانه، درد مشترکی که اشرف نشانان و یاران همیشه در صحنه مقاومت یک دم از فریاد زدنش دست بر نمی دارند. یک روز با برپایی اکسیون و تظاهرات و شکل دادن جلسات و گرد همایی، یک روز هم در دنیای مجازی فیسبوک. ما را به دم پیر نگه نتوان داشت، در خانه دلگیر نگه نتوان داشت. آن را که سر زول چو زنجیر بود، در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت. پاسخ متجاوزین به ناموس مردم، از اسید پاش تا متجاوزین و قاتلان ریحانه ها، تنها با مشت پولادین میسر است و بس. هم میهنان، روشنفکران، نویسندگان، شعرا، اساتید، دانشجویان، دانش آموزان، ورزشکاران، هنرمندان، کارگران، کشاورزان، بازاریان که در هر جای ایران و سراسر جهان هستید، اگر به ایرانی بودن خود افتخار میکنیم، باید همه دست در دست هم این جرثومه های فساد و دشمنان ایران و ایرانی را به زبالدان تاریخ بریزیم. آهای اسید پاش، تو اربابانت بدون این که زنان ایران در پیکار برای آزادی با این ترفندها جا نمیزنن، مبارزه برای آزادی با اسید پاشی متوقف نمیشه. بزرگترین امر که خواسته بیشترین مردم ایران است چنین است: گورتان را گم کنید و بروید. بزرگترین نهی به شما این است: گورتان را گم کنید و نمانید. اینها از تبار خمینی ضد بشرند، پس لعنت بر خمینی و آل خمینی و لعنت بر اونایی که توجیهگر جنایت خمینی و آل خمینی هستند. لعنت ابدی. درود به روان پاکت که غیرت و شجاعت را به همه نامردان پدید ایران زمین آموختی. درود به همه شیرزنان قهرمان ایران زمین و ناجیان آینده ایران. اگرچه جان ریحانه ها رو گرفتند، ولی روحشون و آزادیشون رو هرگز. بهتره برای خوندن فاتحه رژیم خمینی داعشی حاضر باشید. بله دوستان، اون چیزی که رابطه حقیقی بین انسان‌ها رو شکل میده، ارزش‌های انسانیه و تنها پیوندهای قلبیه که برای همیشه موندگاره. این همون چیزیه که بین مقاومت مردم ایران و حامیانش وجود داره.
با ما باشین با یکی از این حامیان مقاومت. That your work involves three primary objectives in this very transformational time: greater respect and more freedom for the people of Iran and human rights in general all through the country, ensuring a safer and more stable region. One of my favorite presidents, Teddy Roosevelt, once said that one of the greatest joys of life is to work hard at work worth doing. I know of no group that's working harder at work worth doing than you, and for that we are very grateful. Thank you all very much. There is a wide consensus that your work involves three primary objectives in this very transformational time: greater respect and more freedom for the people of Iran and human rights in general all through the country, ensuring a safer and more stable region by reducing the risk of further nuclear proliferation, and providing safety and security with a brighter future for Iranian families now living in Camp Liberty. All three of those goals need to be realized, and you're here to say that with an emphasis that I think deserves recommendation. I share your deep concern about the extraordinary deterioration of human rights in Iran. No one in this country should ignore the extremely concerning increase in the number of executions, reported last year to be now near 900. That includes many hanging of women all through the country. It increasingly appears that the government has grown paranoid at the level of unrest. It could be driven in part out of a fear of the upheaval, both politically and organizationally, with the eventual passing of the Supreme Leader. The second objective is to ensure a safer, more stable region by reducing the risk of further proliferation, and it ought to be a goal shared by everyone. A nuclear-armed Iran would become even more assertive than it is now in the region and around the globe. The final objective is to ensure the safety and security and a brighter future for the people now living in a prison-like environment in Camp Liberty. It is a commitment made by the United States government, and we should keep it. The atrocities committed by the Maliki government and the unwillingness of the rest of the world to support and defend the families living there is a troubling editorial on the global response to the gross violations of human rights. Maliki is no longer in power. There are few signs of any relief with the new government. The crisis demands far greater attention and lasting resolution. More U.S. leadership here is the only way we will ever get it done. The United States and the global community must do more to support meaningful political reform within the country. We must bring about additional pressure to bear on Iran to terminate its efforts to build a nuclear arsenal and trigger even more proliferation in the region. And we must live up to our obligations to protect and support those people in and out of Iran who have been victims of growing abuse of their basic human rights. This is hard work, but Roosevelt was right. In this transformational time, it is work worth doing. Thank you all very much for being here this afternoon.
مقاومت و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی، تبدیل زندانها به کانونهای شورش. زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان با بی‌اعتنایی به دشخیمان و شکنجه و تازیانه در قلب حصار و زندان برشوریدند و با صدور یک بیانیه در محکومیت اعدام جنایتکارانه ریحانه جباری و اسید پاشی به دختران و زنان میهن فریاد خود را بر فراز اعتراضات به خشم خروشان مردم ایران برافراشتند. در قسمتی از این بیانیه آمده است: اعدام بی‌شرمانه ریحانه جباری را شدیداً محکوم می‌کنیم. همچنین اسید پاشی های اخیر در شهر اصفهان را که هدفی جز ایجاد رعب و وحشت در میان زنان و دختران ندارد به شدت محکوم کرده و از مجامع بین المللی خواستار رسیدگی به این جنایت قرون وسطایی هستیم. زندانیان سیاسی که در چنگ دشخیم اسیرند با اعتصاب غذا به نشانه تکثیر کانون های شورشی جلاد را به زانو در می آورند. زندانی سیاسی شاهین ذوقی تبار از هواداران سازمان مجاهدین خلق و دو زندانی دیگر رسول عبداللهی و علیرضا سیدیان در زندان گوهردشت بیش از یک هفته به اعتصاب غذایشان در اعتراض به شرایط وخیم زندان و شکنجه های قرون وسطایی ادامه داده و در برابر سرکوب و فشار دشخیمان آخوندی سر فرود نیاوردند. همچنین 14 تن از زندانیان سیاسی سالن 12 زندان گوهردشت در همدردی با قربانیان اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان شنبه 3 آبان دست به اعتصاب غذا زدند. این زندانیان طی نامه اعلام کردند: زنان قهرمانمان سالهاست توسط حکومت به صورت مستقیم، عریان و خشن سرکوب می‌شوند. نداشتن استقلال اجتماعی، حجاب اجباری، محرومیت از دروس دانشگاهی خاص و البته صدها محرومیت دیگر در قانون اساسی تنها بخش کوچکی از اقدامات خشونت‌آمیز اعمال شده علیه زنان است که سالهاست به صورت سیستماتیک و کاملا کانالیزه شده علیه زنان اعمال می شود. ابراز همبستگی نمایندگان پارلمان اروپا با زنان ایرانی و محکومیت جنایت اسیدپاشی آخوندها در شهرهای مختلف ایران. نمایندگان پارلمان اروپا به حمایت از زنان آزاده میهنمان برخواستند و جنایت اسیدپاشی به زنان توسط مزدوران ارتجاع را محکوم کردند. وقتی خبر این حملات اسیدپاشی وحشتناک بر خواهرانم در ایران را میشنوم بسیار ناراحت میشوم. من آرزو داشتم که ما مقدار پیشرفت در امور خشونت علیه زنان می داشتیم، ولی این حملات وحشیانه نشان می دهد که همچنان کار زیادی داریم که باید انجام بدهیم. به طور خاص در کشورهای مانند ایران که بنیادگرایی موقعیت و امنیت زنان را به طور جد در خطر قرار می دهد، این رژیم را باید محکوم کنیم. رژیمی که به نظر می رسد افراد مهاجم را مورد حمایت قرار می دهد. من می خواهم به تمامی افرادی بپیوندم که این حملات غیر انسانی و وحشیانه را علیه مردم بیگناه در ایران محکوم می کنند. این حملات به طور سیستماتیک تکرار می شود و لذا باید رژیم ایران را محکوم کرد. وضعیت انزجاراوری است و همه اینها علیه زنان است و من بسیار خرسندم که از مسیری که خانم رجوی در حمایت از این زنان پیش گرفته است حمایت. ما تمام تلاش خود را برای حمایت از حقوق بشر در ایران خواهیم کرد و تمام توانمان را برای فشار بر جامعه بین المللی به کار خواهیم گرفت. دامن هر گونه آزار و اذیت علیه زنان در ایران را محکوم می کنم و همچنین می خواهم حمایت خودم را از خانم مریم رجوی اعلام کنم، زیرا تلاشی که ایشان برای ایران انجام می دهد شایسته حمایت ما می باشد. هدف این حملات فشار گذاشتن برای زنان است. این اعمال علیه حقوق بنیادین بشر است. من هم می خواهم به پیام خانم مریم رجوی برای ابتکار عمل بین المللی برای برخورد با این موضوع بپیوندم. محکومیت اعدام ریحانه جباری از سوی کمیته بین المللی در جستجوی عدالت و کمیته های پارلمانی در ایتالیا و پارلمان اروپا. همبستگی با مبارزه زنان ایران علیه فاشیسم مذهبی در کنفرانس سراسری زنان اسپانیا.
اعتراضات جهانی هموطنان اشرف نشان علیه جنایات رژیم آخوندی. در هفته‌ای که گذشت، اشرف نشان‌ها و یاران مقاومت در سراسر جهان برای ابراز خشم و انزجار خود از جنایات وحشیانه رژیم آخوندی در اسیدپاشی به زنان میهن و همچنین اعدام ریحانه جباری، اکسیون‌های اعتراضی برپا کردند تا صدای مظلومیت زن ایرانی را به گوش دنیا برسانند و جهان را علیه این اعمال سبانه رژیم ولایت فقیه به حمایت از زنان آزاده ایران برانگیزند. آنان که هرچند از وطن دورند، فریادشان پیمان با ملتی اسیر و شعارشان فریاد در گلو مانده مرگ بر اصل ولایت فقیه مردم اصفهان و تهران و اهواز و تمام شهرهای میهن است. من پرویز هستم، از شهر بن اومدم. امروز متوجه شدم که هواداران شورای ملی مقاومت در شهر بن یک اکسیون بزرگ رو برگزار کردن و سازماندهی کردن در رابطه با محکوم کردن اعدام ریحانه جباری که امروز صبح به صورت ناجوانمردانه‌ای در تهران صورت گرفت و همچنین محکوم کردن زنجیره اسیرپاشی زنجیره‌ای در تهران و اصفهان که این باعث شده تعداد زیادی از مردم غیور ایران به خیابون‌ها بیان و به سیاست‌های این حکومت ضد بشری اعتراض بکنن. و همینجوری که می‌دونید امروز صبح بخش بزرگی از بازار اصفهان به اعتراض در با اعتراض به این جنایت و عدم پیگیری اون از سوی نیروهای امنیتی بسته شده و من مسئولیت خودم میدونستم که در رابطه با این دو موضوع امروز حتما اینجا بیام و حمایت خودم رو از تظاهرات های مردمی در تهران و شهرهای دیگه اعلام کنم. Push.
شده حکومت عزیز باش سرنگون سرنگون با ملت ما میخواد ملت آزادی باشه و این رژیم رو به زباله‌دار تاریخ خواهر ریخت. دیر یا زود داره ولی سود و سوز نداره. همچنین امروز خبردار شدیم که دانشجوی 26 ساله ریحانه جباری بعد از 7.5 سال شکنجه در شکنجه‌گاه‌های رژیم زن ستیز آخوندی به جوخه اعدام سپرده شد. جنایت اسید پاشی به دختران و زنان ایران. واقعیت اینه که اگه ما بخوایم این جنایت رو هم در ردیف جنایت‌های دیگر این رژیم قرار بدیم و اونو محکوم بکنیم جای دوری نرفتیم. اون چیزی که تحت عنوان جنایت علیه مردم ایران این رژیم سال هاست در پیش گرفته نمونه های استثنایی است که فقط به جنایتکارانی از قبیل این رژیم در سراسر جهان درس میده. امروز در اصفهان و تهران و سمندر و دیگر شهرهای ایران تظاهرات های برپا که خود نشان دهنده شجاعت مردم ایران است. همین چاره تنها و تنها در سرنگونی تمام و کمال رژیم ملایان است، در بیرون راندن کامل غارتگران جان و مال و ناموس و آب و خاک میهنمان. وحشیگری جدید و بی سابقه رژیم آخوندی یعنی اسید پاشیدن به صورت زنان جوان، ناتوانی و استیصال آن را در مقابل جنبش رو به گسترش زنان ایران نشان می‌دهد. جنایت هولناک اسید پاشی بر روی زنان و دختران دقیقا بعد از خط نشان کشیدن امام جمعه های خامنه‌ای در شهرهای مختلف و سایر مقام های رژیم و پس از مطرح شدن این موضوع در مجلس ارتجاع و بحث بر سر فرق ها و لوایحی علیه زنان به اصطلاح حجاب صورت می گیرد. مقاومت ایران از سالها قبل نسبت به تهدید بنیادگرای رژیم آخوندی هشدار داده است. اکنون بنیادگرای اسلامی همه جهان را تهدید می کند. با آرزوی محقق شدن آینده ای روشن، تا هزار اشرفی دیگه همه شما رو به خدا می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون باشه.